چند تا نکته قبل مهاجرت که اگه یه نفر به من میگفت خیلی راحت تر با یه سری مسائل کنار میومدم و مهاجرت کلن برای من احساس میکنم آسون تر میشد و باعث میشد با یه سری مشکلات کمتر دست و پنجه نرم کنم. توی این ویدیو میخوام باهاتون در مورد اونا صحبت کنم. بدون هیچ مقدمه چینی میرم سر اصل مطلب. اولیش اینه که شما زمانی که تصمیم به مهاجرت میگیرین معمولا میرین پیج بلاگر یه نفری که حالا داره تو اون کشوری که میخواین برین زندگی میکنه رو فالو میکنین، حالا چه میتونه اینستاگرام باشه چه یوتیوب باشه هر جور، و شروع میکنین لایف استایلش رو فالو کردن که مثلا طرف چی کار میکنه، کجا رفته و مثلا چه عکسای چه رستورانایی، و این ذهنیت رو رفته رفته برای خودتون میسازین که خب بعد مهاجرت شما همه اون داستانا رو خواهید داشت و لایف استایل خیلی خوب، نگاه کن این یارو مثلا رفته چقدر موفق شده، منم میتونم، و از این جور داستانا. در این که شما میتونین اصلا هیچ شکی نیست، ولی شما پشت زندگی اونو نمیدونین، نمیدونین که چند ساله داره تو اون کشور زندگی میکنه، نمیدونین که با چه مسائل دست و پنجه نرم کرده. و معمولا چیزی که بلاگران نشون میدن پارت خوب زندگی، هیچ کس نمیاد اون سختی و مشکلاتی که کشیده نشون بده، حتی منم نمیام همچین کاری بکنم. مثلا روزایی که چه میدونم سر کار میری یه سری مشکلات برات پیش میاد، حتی با گریه میای بیرون، حالا نه که اینطوری، ولی کلا شرایطی که برای هر کسی امکان داره سختی تو زندگی پیش بیاد و هیچ وقت نمیام به شما بگم. و خب شما فکر میکنین که همون لحظه اولی که وارد اون کشور میشین یه شغل خیلی خفن، یه زندگی خیلی خوب، یه خونه لاکچری براش هم شروع میکنین مثل همون یارو اینا، و مهاجرت میکنین وارد حالا اون کشوری که دوست دارین میشین، بعد واقعیت مثل پتک میخوره تو صورتتون که اونو اصلا اینطوری نیست، خیلی راه داری که بخوای به اونجا برسی، و یه جورایی هی شروع میکنی خودتو مقایسه میکنی، چرا اون یارو اینجوری بود من نتونستم، مگه من چی از اون کمتر دارم، نگاه کن چقدر آدم مثلا چقدر ایرانی اینجا همه دارن خوب زندگی میکنن، چرا من انقدر دارم تو بدبختی و فلاکت زندگی میکنم. یه چیزی که خیلی نرماله، یعنی ببین به نظر من شما با هر سرمایه که بیای، یعنی یه کشور جدید بیای، باید یه سری چیزا رو از صفر شروع کنی. اصلا مهم نیستش که تو مثلا ایران کارت چی بوده، نمیدونم ماشین زیر پات چی بوده، خونت کجا بوده، اینا دیگه هیچ کدوم مهم نیست. تقریبا میشه گفت همه از توی لولی باید شروع کنن، دوباره تو دوباره باید شروع کنی دوست پیدا کنی، دوباره باید شروع کنی فرهنگ و کالچرشون رو بگیری، دوباره باید شروع کنی سر کار انقدر خودت خوب نشون بدی، انقدر کارت خوب باشه که متمایز بشی از بقیه، همه این اتفاقایی که شما دوباره باید از صفر شروع کنین. و خب یه سری ها نمیدونن که همچین موضوعی هست، مخصوصا اگه تو سن کم مهاجرت کنین و خب تجربه نداشته باشین، این اتفاقا امکان داره بیشتر براتون رخ بده. پس بدونین که اوایل مهاجرت اصلا آسون نیست، یعنی هر کسی حالا به نوبه خودش یه سری سختی ها رو داره، یه سری موانع و یه سری مشکلات رو باید پشت سر بذارین تا به شرایط استیبلی برسین. بعد چند سال زندگی تو خارج از کشور همه به شرایط استیبلی میرسن، مخصوصا اگه شما توی کشوری باشین که حالا حق و حقوق مهاجرا رو بده، یعنی درست باشه قوانینش و اینا، بدونین که مثلا بعد چند سال زندگی کردن شما یه بیمه درست حسابی اونجا میگیرین، حقوقتون افزایش پیدا میکنه، کلا میفهمین که آقا چطوری از کجا من باید وام بگیرم، اینو باید چیکار کنم، اینا همه دستتون میاد. ولی همون اول واقعا رو حساب فالو کردن 4 تا بلاگر اصلا این ذهنیت نداشته باشین که اوکی من الان میرم یه زندگی سوپر لاکچری رو از همون استارت شروع میکنم. چیزی بود که منو همون اول خیلی احساس میکنم سرخورده کرد، برای همون فکر کردم که شاید اگه بیام شیرش کنم یه چند نفر این ذهنیت رو حداقل از بین ببرن، یعنی با خودشون حل کنن که اوکی اول مهاجرت سخته، واقعا سخته، بعد چند ماه درست میشه، بعد چند ماه چند سال همه چی روی غلطک میفته، ولی اولش واقعا سخت. موضوع دومی که میخوام بگم، میترسم که توی ویدیو بگم بیام فوشم بدم، به خاطر اینکه اصلا هم دنبال نیستم که هیت و اینا بگیرم، ولی نمیدونم چند درصد با من موافقن چند درصد با من مخالفن، ولی دلمو میزنم به دریا میگم، به خاطر تجربه‌ای که من قرار اینجا تجربه‌هامو بگم دیگه، قرار که نیست بیام همین چیزو سانسور کنم، مثلا این پیجو زدم به خاطر اینکه بیام تجربه‌هامو بگم. و اونم اینه که اگه من برمیگشتم عقب و اینا رو میدونستم، یعنی این نکته رو میدونستم، شاید خیلی ضربه‌ای که می‌خوردم و نخورده بودم. و اونم اینه که اول مهاجرت تا جایی که میتونین، یعنی اگه زبانتون خوبه و نیازی ندارین که حالا با ایرانی ها زیاد در تعامل باشین، نکنین، یعنی زیاد دنبال دوست ایرانی نباشین، همش دنبال نباشین که اوه من دوست ایرانی میخوام، من دوست ایرانی میخوام، من همکار ایرانی میخوام، من همسایه ایرانی میخوام، آی ایرانی اینجا کجا هن؟ شما نمیدونین، یعنی اوایل که وارد میشین شما انقدر گنگین، حالا کسی که مهاجرت کردن میدونه، کسی هم که نکردن انشالله متوجه میشه، گنگین، هیچی سر جاش نیست، همه چی براتون تازه است. و حالا کسایی که چند سال اینجا زندگی کردن متوجه موضوع میشن که شما خیلی تازه وارد و جدید اومدین، امکان این هست که بهتون از جهات مختلف لطمه بزنن. اولیش از نظر مالی، که خب خیلی از نظر مالی میان سریع اعتماد میکنن و خب
سرمایه‌شون رو دست میدن. دومین چیزی که خیلی مسئله بزرگه، مثلا کسایی که مهاجرت کردن دارن با یه سری کالچر جدید زندگی میکنن. شما که دارین از ایران میایین، دارین با اون حالا چیزایی که خودتون دارین میایین، با اون اصالت خودتون دارین میایین و تلفیق این دوتا با هم دیگه امکان داره مشکلات خانوادگی براتون ایجاد کنه. یعنی میگم مثلا کسایی که خارج از کشورن شاید خیلی اوپن باشن، شما شاید خیلی بسته باشین، بعد این وسط با هم دیگه به داستان و اینا میخورین، همش اون اوایل برای شما میشه جنگ اعصاب. و این اصلا چیز نیستش که شما اول مهاجرت دنبالش باشین. یعنی آدم میخواد پیشرفت کنه، سری جا بیفته، بره جلو، اصلا بفهمه چی به چیه، درگیر خاله زنک بازیه این داستانه که میشی، یعنی مثل لوپی میشه که میفتی توش در نمیه. بعد کانکتی میشی مثلا با یه ایرانی، اون باز با یه ایرانی دیگه کانکته، بعد باز اون با یه ایرانی دیگه کانکته، بعد یه دفعه میبینی تو اومدی یه جایی پیشرفت کنی، آقا بری جلو زندگیت بهتر بشه، از این خاله زنک بازی تو اون خاله زنک بازی، از این داستان تو اون داستان، از این نمیدونم مهمونی و پارتی این بر. بعد یه جوری هم هستش که نمیدونم چه جوریه، انگار که همه توقع دارن همراهیشون کنی. مثلا برای من اینطوری بود که مثلا من نمیتونستم کارم و ارجحیت قرار بدم، یعنی همه دوست داشتن که مثلا میگم بیا من تو ثانیه اونجا باشم، مثلا متوجه موضوع نمیشدن که بابا من تازه مهاجرت کردم، باید کار کنم، تلاش کنم برم جلو. یه توقع نابجای کلا داشتن و اصلا حوصله من داستان نداشتم. یعنی از قبل مهاجرت میدونستم که میخوام برم فوکس کنم، چی کار کنم، هدفم چیه، آقا چه بلاهایی قراره مثلا سرم بیاد، یه سری چیزا رو میدونستم. و وقتی که درگیر این مسائل شدم احساس کردم که هم زمان خیلی زیادی گذاشتم واقعا، هم اینکه انرژی خیلی زیادی صرف کردم. و الان این حالتیه که من جایی که زندگی میکنم یک دونه کلا دوست ایرانی دارم، اونم بر حسب خیلی اتفاق دوست ایرانم بوده که اصلا ما از کوچیکی با هم دوست بودیم، خیلی اتفاقی با هم دیگه مهاجرت کردیم توی یک شهر و اون تنها دوست ایرانی من توی این شهر. حالا کسای دیگه مثلا ایرانی‌ها رو می‌بینم که باهاشون سلام علیک داشته باشم یا مثلا بشناسمشون، حالا بعضی وقتا ازشون درخواست کردم یه لطفی در حقم کردن اگه میتونستن، ولی اینطوری نیستش که باهاشون رفت و آمد خانوادگی داشته باشم. این تلفیق رفت و آمد خانوادگی اصلا اول مهاجرت یه چیز سمی میشه. این دو حالت داره بچه‌ها، یا واقعا خوب در میاد یا انقدر سمی میشه که اصلا توکسید میشه، نمیتونی هیچ کارش بکنی. برای همون این مورد دومی بود که واقعا دوست داشتم تو این ویدیو بگم، امیدوارم که حالا به کسی بر نخوره. مورد سوم که میخوام بگم اینه که جایی که مهاجرت میکنین پلنگ باشین. آقا دیگه وقت پپه بازی و نمیدونم اینجوری که مثلا خودتونو بزنین به اون راه و منتظر باشی یکی بیاد و اینا نیست. باید مثل پلنگ بپری، موقعیت ها رو بفهمی، آدم ها رو بشناسی، سری اینا رو پایین بالا کنی، خلاصه بری شروع کنی خودتو بندازی توی مهاجرت. میدونی به چی میگم؟ بعد خب شما خیلی نیاز دارین که تجربه یه سری آدم ها رو بدونین. خب من حالا بهتون میگم که آقا نزدیک ایرانی ها نشین و مثلا خانوادگی زیاد با هم دیگه ترکیبی نرین جلو اینا. خب تو میگه آقا من تازه مهاجرت کردم، باید بفهمم آقا کجا بهتره برم، نمیدونم خونه رو چیکار کنم، بیمه رو فلان کنم، اینا رو من باید از این نفر بفهمم دیگه، مثلا بپرسم. به نظر من آقا، چون این همه نظر منه، این پیج شخصیه، من دارم نظراتمو میگم، شما باید برین با گروه های بزرگ در ارتباط باشین. یعنی باید برین گروه هایی که تو اون کشور هستن، حالا میتونه آقا نمیدونم گروه زبان باشه، میتونه من الان بهتون میگم ما خودمون مثلا با چه گروهی خیلی تصادفی خوردیم به تور هم دیگه، ولی خب خیلی خیلی کمک من کرده، یعنی بیشتر از هر کسی اونا کمک من کرده. هر گروهی میگم، گروه آقا کاری باشه، گروه های نمیدونم یادگیری چیزای مختلف باشه، یک گروه بزرگ باشه. یعنی شما با یک آدم سر و کار نداشته باشی، با چند تا آدم تو قالب گروه سر و کار داشته باشی، میتونه خیلی کمک کننده باشه. چرا؟ مثلا ما که اوایل اومدیم اینجا خیلی رندوملی خوردیم به تور یه کلیسای مسیحی. خب اینا همه مسیحی بودن، خب ما یه بار رفتیم فقط می‌خواستیم بریم ببینیم که مثلا چه مدلیه و اینا. بعد خلاصه رفتیم با اینا دوست شدیم همون جلسه اول و اینا خیلی با ما خوششون اومد، حالت یه دوستی این فیما بین شکل گرفت. بعد اینایی که خب اینجا هن، یعنی مثلا دیگه میرن کلیسا برو اینا، این حالتیه که دیگه یارو انقدر زندگیش همه چی رو غلطکی که شروع میکنه مثلا یک شنبه میره کلیسا دیگه، کسی که هنوز درگیره با خودش که حالا هر یک شنبه رو بلند نمیشه بره کلیسا. میدونستن که آقا چی به چیه، روال زندگی از چه قراره، چی کار باید بکنی چی کار نکنی، اینا ما رو خیلی راهنمایی کردن. یعنی حتی اگه خودشون نمیدونستن مثلا میگفت ببین من نمیدونم، برو از فلانی بپرس، فلانی ببین این دوست منه، میتونی کمکش کنی. باز مثلا اون میگفت آقا برو فلانجا بگو من دوست فلانی. این کانکشن خیلی به ما کمک کرد، میگم که در قالب گروه بود، حالت انفرادی نبود که مثلا طرف بیاد یه حرکتی بزنه توقع داشته باشه تو پشت من براش حرکتی بزنی، نه دوست داشتن انجام میدادن، مجبورشون هم کسی نکرده بود. و خیلی 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 برای من واقعا اون گروه کمک کننده بود. نکته چهارمی که میخوام آخر این ویدیو بگم و تمامش کنم و اینم به نظرم خیلی مهمه، حالا بیشتر روی صحبتم با دختر خانوم و خانوماست، آقایونم حالا
شاید براشون مفید باشه اینه که ما تو ایران با یه حالت کالچر نازک نارنجی بزرگ شدیم. میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا مجبور نشدیم کار کنیم، حال کردیم کار کردیم، برای پول و قسطمون نموندیم. حالا مثلا من خونه بابام بودم، تا وقتی بودم بابام خرجمو میداده، بعدش هم که ازدواج کردم دوست داشتم که کار کنم، یعنی مجبور نبودم، لنگ پول نبودم. بعد یه حالتی بود که مثلا جایی میری کار میکنی، اگه با محیطش حال نکنی، نمیدونم با مدیرت حال نکنی، اینا خیلی کویک میزنی بیرون، اصلا برات مهم نیست میری یه جای دیگه. خارج از کشور اصلا اینجوری نیست. یعنی مثلا من خودم اینجا میبینم دختر روسا رو، خب وقتی میبینیشون کاملا متوجه میشی که این طرف هیچی براش مهم نیست، هیچی، یعنی فقط اومده کار کنه پول در بیاره. این ذهنیت اینه و هیچی نمیتونه اینو شکست بده. وقتی ذهنیتت این باشه هیچ نمیتونه اذیتت کنه. ولی مثلا اینا که با تریپ نازک نارنجی میرن طرف بهشون این چیزی میگه، سریع به تریش قباشون برمیخوره، هی از این کار به اون کار، از اینجا به اونجا، محیطو عوض کن، نمیدونم آدمو عوض کن، اینا جدا از این که وقتتونو خیلی میگیره، اعصابتونو خیلی درگیر میکنه. به نظر من وقتی میخوای مهاجرت کنین با خودتون میگه آقا من باید زره فولادی بپوشم، اولش هم باید سختیامو بکشم، ولی میرم این کارو انجام میدم. یعنی آقا اصلا اگه امروز رفتم مدیره یکم با من بد تا کرد، آقا من اینو پرسونالی نمیگیرم، به خودم نمیگیرم، فکر میکنم یارو یه روز بعدی داشته که همچین اتفاقی افتاده. اگه خیلی اتفاقا هارش و بعدی افتاده داره اونجا که اصلا بزنیم بریم، ولی برای اتفاق خیلی کوچولو آخه من دیدم مثلا ایرانی میگه آقا من امروز رفتم سلام کردم جوابم نده، برو با من دیگه اینجا نمیرم، فلان نمیکنم، رفتم صحبت کردم برای حقوق، گفته حالا ببینیم چی میشه، من دیگه پامو نمیذارم. اصلا اگه بخوای هر ماه از این ور جام کنی اون ور، از این کار بری اون کار، نمیدونم از این کلاس بری به اون کلاس، اضافه خود میبینی یکی دو سال مهاجرت کردی هنوز تو همون پله اول موندی. جایی میری میخوای مثلا صحبت کنی، میگن آقا شما چقدر سابقه کار داری، میگی من مثلا دو سال داشتم از اینجا میرفتم اونجا. میدونی یه جای ثابت نیست. حالا این برای کار آزاده، کار تخصصی تر که خب خیلی موضوعش فرق داره و اینا. این چهار تا مورد خیلی خیلی بزرگی بود که من فکر می‌کنم یک نفر بود که اینا رو به من میگفت، دید من قبل مهاجرت خیلی بازتر میشد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگر نظری دارین تو قسمت کامنت رو برای من بنویسین. مراقب خودتون و قشنگیاتون باشین. خدافظ.